یکی از شنوندگان این گفتارها ریشه واژه شب را پرسیده. همچنین افسوده که آیا این واژه با واژه انگلیسی نایت به معنای شب پیوند دارد؟ در گذشته درباره شب و ریشه آن سخن گفتم. در اینجا به این موضوع باز می‌گردم. پاسخ کوتاه به این پرسنده این است که شب و نایت هر دو واژه‌های هندواروپایی هستند ولی ریشه مشترک ندارند. نایت با واژه ایرانی دیگری هم ریشه است، با واژه اوستایی نختر به معنای شب. در این باره بیشتر خواهم گفت. ولی نخواست ببینیم شب یعنی چه؟ شب عبارت است از مدت زمان میان فرو رفتن و برآمدن خورشید، یعنی زمانی که خورشید زیر افق است. ولی با فرو رفتن خورشید به زیر افق تاریکی کامل روی نمی‌دهد، چون جو کره زمین نور خورشید را پخش می‌کند و نمی‌گذارد تاریکی کامل برقرار شود. در اخترشناسی شب مدت زمانی است که در آن تاریکی کامل است. از این رو تعریف پرسونی دارد، دقیقی دارد. مدت زمانی است که خورشید میان 18 درجه و 90 درجه زیر افق قرار دارد. به سخنی دیگر شب اخترشناختی مدت زمان میان شامگاه اخترشناختی و سپیده دم اخترشناختی است. شب در برابر روز است. اگر روز نباشد شب نیست. شب و روز هزاران سال انسان را به شگفتی انداختند. از آنجا که انسان نمیتوانسته پی در پی شب و روز را توضیح دهد، آنها را به نیروهای متافیزیک و آفریدگار نسبت داده. برای نمونه نظامی گنجوی میگوید به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. شاعر بلندپایه از دیدن اینکه ستارگان آسمان از خاور به باختر در جنبشند ولی زمین بی حرکت است در شگفت شده و آن را به آفریدگار نسبت می دهد. نمی داند که زمین است که حرکت دارد و به گرد محورش می چرخد، نه آسمان. نظامی ادامه می دهد غم و شادی نگار و بیم و امید، شب و روز آفرین و ماه و خورشید. این اسرارآمیزی توالی شب و روز زمانی از میان رفت که کوپرنیک و گلیله از صدی 16 هم به بعد پی بردن که شب و روز زایده چرخش کره زمینند به گرد محورش. بدین سان شب و روز پدیده های عادی شدند و رابطه آنها با آفریدگار قطع شد. امروزه با پیشرفت هایی که در 100 سال گذشته در اختر فیزیک روی دادن می دانیم که این چرخش زمین آغازی ندارد. پدیده است که زمین و خورشید و سیاره ها از ابر مولکولی خاصگاه یا مادر خود به ارث بردن. اگر نپاهندهی فرضی بر فراز قطب شمال زمین بیستد، میبیند که زمین برعکس جهت حرکت عقربه های ساعت میچرخد. خورشید هم در همین سو به گرد محور خود میچرخد. همچنین سیاره ها در این سو به گرد خود میچرخند و به گرد خورشید میگردند، با چند استثناء که علت دارد. از آنجا که زمین به گرد محور خود میچرخد، آن بخش از زمین که رو به خورشید دارد پرتوهای خورشید را دریافت میکند، در آنجا روز است. آن بخش که پشت به خورشید دارد در درون سایه‌ای قرار گرفته که کره زمین جلوی نور خورشید پدید آورده، در آن بخش شب است. چرخش کره زمین این توهم را برای انسان به وجود آورده که این خورشید است که به گرد زمین حرکت می کند. با این حال انسان از دیرباز حد زده بود که ممکن است شب و روز از چرخش کره زمین باشند. نخستین کسی که این مینه ایده را پیش آورد اندیشمند یونانی بود به نام فیلولاوس در صده پنجم پیش از میلاد. ولی ارسطو آن را با خرد ناسازگار دانست و رد کرد.
بطلمیوس هم به پیروی از ارسطو این مینه را پس زد و گفت اگر زمین به چرخد بادها زمین را ویران خواهند کرد. کسی که مینه چرخش زمین را جدی گرفت اخترشناس هندی آریابهاتا بود در سده پنجم میلادی. او حتی مثالی می آورد. می گوید همانطور که کسانی که سوار کشتی هستند می بینند ساحل بر عکس حرکت کشتی حرکت می کند، حرکت ظاهری ستارگان ثابت هم به سوی باختر غرب بر اثر چرخش زمین است و زمین باید از باختر به خاور بچرخد. کوپرنیک کشیش لهستانی در سال 1543 با آوردن این نظریه که خورشید مرکز است و زمین به گرد آن می‌گردد یکی از بزرگترین انقلاب‌های اندیشه‌ای تاریخ را سبب شد. او همچنین معتقد بود که زمین به گرد محورش می‌چرخد. گلیله دنباله این مینه را گرفت ولی حتی او هم نمی‌دانست بر پایه نپایش‌ها به روشنی ثابت کند که زمین می‌چرخد. نخستین دلیل محکم را فیزیکدان فرانسوی گاسپار کوریولیس در سال 1835 به دست آورد. در ارتش فرانسه توپچی ها می دیدن که وقتی گلوله را درست به هدف شلیک می کنند گلوله به هدف نمی خورد بلکه کمی منحرف می شود. کوریولیس پی برد که این پدیده زایده چرخش کره زمین است. اگر در نیمکره شمالی به سوی شمال شلیک کنیم گلوله به سوی خاور یا راست منحرف می شود. اگر به سوی جنوب شلیک کنیم به سوی باختر منحرف می شود. ببینیم چگونه. از آنجا که کره زمین جامد است هر نقطه آن با سرعتی به گرد محور زمین می گردد که به عرض جغرافیایی آن نقطه بستگی دارد. نقطه روی استوا با سرعت 1670 کیلومتر در ساعت یا 465 متر در ثانیه حرکت می کند. حالا که نقطه ای از قطب شمال که روی محور قرار دارد سرعتش صفر است چون حرکت نمی کند. پس وقتی که گلوله در نیمکره شمالی به سوی شمال شلیک می شود به نقطه ای می رود که سرعتش کمتر است. ولی گلوله سرعت اولیه خود را حفظ می کند و در نتیجه کمی به سمت راست یا خاور منحرف می شود. اگر در نیمکره شمالی به سوی جنوب شلیک کنیم گلوله کمی به سوی باختر می رود. روی استوا گلوله‌ای که به سوی خاور یا باختر شلیک شود انحرافی ندارد. ولی پیش از کوریولیس فیزیکدان فرانسوی لاپلاس و فیزیکدان آلمانی گاوس در سال 1803 با بکار بردن معادله های مکانیک نیوتن بیان که از کار یکدیگر آگاه باشند به این نتیجه رسیده بودند که هرگاه وزنه ای را از بلندی به پایین رها کنیم وزنه به سبب چرخش کره زمین به صورت عمودی به زمین نمی رسد بلکه مسیر فرو افتادن آن کمی به سوی خاور جابجا می شود. ولی ثابت کردن این نتیجه نگریک یا تئوریک با آزمایش بسیار دشوار بود تا اینکه 30 سال بعد در سال 1833 فیزیکدان آلمانی فردیناند غیش توانست این انحراف به سوی خاور را با آزمایش نشان دهد. وزنه ای را در شهر فرایبورگ به درون چاهی به ژرفای 158 متر رها کرد و نقطه برخورد آن را نسبت به نقطه عمودی اندازه گرفت. پرسونش یا دقت آزمایش به اندازه کافی نبود. ولی او پس از 106 بار تکرار آزمایش تعیین کرد که انحراف از نقطه عمودی 28 میلیمتر به سوی راست یا خاور است. این آزمایش را بعدها دیگران با پرسونش بسیار بیشتر انجام دادند و به درستی نتیجه غیش پی بردند. بنار یا علت این انحراف به سوی خاور این است که نقطه های دهانه چاه در چرخش کره زمین دایره بزرگتری را نسبت به ته چاه می پیمایند و بنابراین سرعت چرخشی بزرگتری به سوی خاور دارند. جسمی که از بالا فرو می افتد بر اثر لختی یا اینرسی سرعت به سوی خاور خود را حفظ می کند و بنابراین کمی به سوی خاور منحرف می شود.
کسی که توانست برای نخستین بار چرخش زمین را با آزمایش نشان دهد فیزیکدان فرانسوی لئون فوکو بود که در نپایشگاه پاریس کار میکرد. حتما از آزمایش بسیار معروف آونگ فوکو اطلاع دارید. فوکو این آزمایش را نخست در فوریه 1851 در نپایشگاه پاریس انجام داد و یک ماه بعد آن را با آونگی به درازای 65 متر در پانتئون به نمایش همگان گذاشت. از دیدگاه فرهنگی شب با برداشت‌ها و احساس‌های روانی خاصی درآمیخته است. چون تاریک است باعث ترس می‌شده، زیرا دزد و تبهکار و جانور وحشی و خطرهای ممکن دیگر می‌توانند در تاریکی شب کمین کرده باشند. باید توجه داشت که انسان هزاران سال تا پیش از اختراع برق توانایی بسیار کمی در روشن کردن شب داشته. در فولکلور خرافی اروپا شب مترادف جادو و جادوگری بوده، زیرا میپنداشتند که جادوگران شب قدرت بیشتری دارند. همچنین شب عرصه جولان وامپیرهاست، یعنی مردگانی که شب برمیخیزند تا خون خواب رفتگان را بمکن. جلسه های خرافاتی احضار روح را هم در نزدیکی نیمه شب برپا می کردن یا باز هم در صدی 21 برپا می کنن. همچنین پرهیب ها یعنی شبه ها همیشه شبکارن. در شعر کلاسیک فارسی شب با بیم و فراق و هجران همراه شده. حافظ: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. شب مترادف ندیدن است که ندانستن، نفهمیدن یا اشتباه را به همراه دارد. به همین سبب است که شب گربه سمور می نماید یا شب پنبه‌دانه در می نماید. همچنین شب مترادف است با ندانستن و نادانی و انتظار. شب آبستن است تا چه زاید سحر. حال میرسیم به ریشه واژه شب. شب از پارسی میانی شب یا شب با پ میآید. از پارسی باستان اوستایی خشب. در پارسی باستان اوستایی صدای آغازینی آن خش بوده. در سانسکریت کسب. واژه شب در تقریبا همه زبان‌ها و گویش‌های گوناگون ایرانی کنونی به کار می‌رود با تلفظ‌های کمابیش دیگرسان. در لوری، مازندرانی، گیلکی، در بسیاری گویش‌های کردی شو، در کردی کرمانجی شو، در تالشی شمالی شب، در زازاکی و برخی گویش‌های کردی سورانی شاو، در آسی یا اوستی از زبانهای ایرانی قفقاز اخساو، در زبانهای ایرانی کوهپایه های پامیر خشاوه. در این زبانها فونم خی آغازین پور و ایرانی هنوز دیده می شود. واژه اوستایی خشب همریشه است با یونانی پسفس به معنای تاریکی. در یونانی فونم آغازین پ است نه خ. جالب است که در گویش سلیری، روستایی در کوههای البرز نزدیک به فیریزکو، به شب پسه میگویند. پس در پاسخ به پرسش آغازین این گفتار، نایت در انگلیسی یا نخت در آلبانی و هلندی پیوندی با واژه شب پارسی ندارند. این واژه های ژرمنیک همریشند با یونانی نوکس، لاتین نوکس، هر دو به معنای شب. از این واژه لاتین واژه های فرانسوی نوی، اسپانیایی نوچه و ایتالیایی نوته گرفته شدند. در اوستایی واژه‌ای داریم به معنای شب که با این واژه های یونانی و لاتین و ژرمنیک همریشه است. این واژه اوستایی نختر است، به معنای شب تاریکی. وقت ما به پایان رسید. جالب است که این واژه اوستایی در برخی گویش‌های کردی سورانی بازمانده. نوتک به معنای تاریکی، ظلمت.